ای بزرگ، ای بزرگ کهن جاویدان، ای بزرگ کهن جاویدان، بهتر از هر دو جهانی ایران، بهتر از هر دو جهانی ایران. خون رگهای من ارزانی تو، خون رگهای من ارزانی تو، تا که پاینده بمانی ایران. هر وجب خاک تو خون من و ماست، پهنه لال نشانی ایران. سرخی خنده خورشیدی تو، روشنی بخش کیانی ایران. گرچه پیری تو، گرچه پیری تو، ولی پا بر جا همچو کوه سبلانی ایران. تو کهن واژه سامانی و مهر، تو گوهربار گرانی ایران. چشمه حوری و چشمه حوری و سرچشمه نور، تو زمینی و زمانی ایران. خاک فردوسی و زرتشتی تو، خاک فردوسی و زرتشتی تو، کوروش و بابک و مانی ایران. گوهری بهتر از الوند تو نیست، تو دماوند جهانی ایران، تو دماوند جهانی ایران. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هم میهنان ارجمندی که این برنامه رو میبینند، برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی رو از تلویزیون پارس میآغازم. چامهی که در آغاز برنامه شنیدید از سرور سورنا سلکی یا سلکیس، هممیهن هموند فیسبوک من، و این رو برای من فرستاده بودن و بسیار زیبا سروده بودن. اینها کسانی هستند که وجودشون، احساسشون، همه چیزشون آغشته و ممزود شده با ایران و احساس مربوط به ایران. در برنامه پارسی گهگاه من فکر میکنم یا میاندیشم که آیا به راستی ما فارسیگو هستیم؟ به راستی اون که زبانی که ما داریم باهاش سخن میگیم، ما که میگم همه رو میگم، همه این مردم در روی هم به اصطلاح میانگینی که اگر بگیریم، آیا ما پارسیگوی هستیم؟ آیا سرزمین ما سرزمین مادر پارسیگویان جهانه؟ ایران مادر پارسیگویان جهانه؟ ایران سرزمین مادری پارسیگویان جهانه؟ آیا به راستی چنینه؟ نه، نه، ما پارسیگویی نیستیم. ما گمان میکنیم که پارسیگو هستیم به دلیل اینکه اون زبانی رو که ما باهاش سخن میگیم نه پارسیست، نه تازی و نه حتی یک زبانیست، بلکه چند زبانیست. این که من میگم چند زبانیست، خواست من این نیست که کردی و لوری و بلوچی و غیره است، نه، همون زبانی که توی تهران هم که ما باهاش سخن میگیم، یا زبان تهرانی که ما باهاش سخن میگیم، چون که اکنون که در تهران نیستیم، این چند زبانی است. حالا براتون روشن میکنم. اندکی به این آگهی بازرگانی گوش بدید و بعد روی اون بیاندیشید و ببینید آنچه که من گفتم
به راستی درست است یا نه. شاید در هر تلویزیون یا رادیویی که گوش میدید و میشنوید و میبینید ده ها بار یه همچی ساختی حالا با یه واژه پس و پیش به گوش شما خورده باشه. میگه جهت اطلاعات بیشتر و سفارشات اجناس با شماره فلان تماس حاصل فرمایید. خوب دقت کنید. جهت اطلاعات بیشتر و سفارشات اجناس با شماره فلان تماس حاصل فرمایید. در این ساختی که برای شما خوندم واژه‌های جهت، اطلاع، اجناس، تماس و حاصل تازی است. یه خط نمیشه ها. جهت، اطلاع، حاصل، اجناس، تماس، همه اینا تازی هم. تنها واژه های بیشتر و شماره و فرمایید پارسی هم. سوم، واژه سفارشات یه واژه حرامزاده است، زیرا سفارش یا سفارش پارسیه و نشانه جمع آت تازی رو بهش بستن شده سفارشات، پس یک واژه نه تازی نه پارسیه، به این دلیل بهش گفتم واژه حرامزاده. حالا بیایم این جمله رو واژه به واژه بررسیم و ببینیم که بر روی هم چه معنا میده. باز من میخونم. جهت اطلاعات بیشتر و سفارشات اجناس با شماره فلان تماس حاصل فرمایید. جهت در زبان تازی یعنی سو. سو. اطلاعات در زبان تازی یعنی آگاهی ها. سفارشات که همون سپارش ها هست، سپردن شده سپردن و اسم مصدر شده سفارش. اجناس فارسیش میشه کالاها. تماس فارسیش میشه مالش یا مالیدن. وقتی شما میگید خطی را بر یک دایره مماس میکنی یا این خط در جایگاه برخوردش به دایره تماس پیدا کرده، یعنی مالیده به دایره و برگشته و رفته. پس تماس مالش یا مالیدن. حاصل یعنی به دست آوردن. فرمایید یعنی دستور دهید. بفرمایید دستور دهید دیگه. خیلی خوب. بنابراین اینا رو جایگزین میکنیم ببینیم اینا رو اگه فارسی کنیم چه معنی میده. به سوی آگاهی های بیشتر، جهت گفته دیگه، حالا میشه به سوی. به سوی آگاهی های بیشتر و سپارش های کالاها با شماره فلان مالیدن به دست آورده دستور دهید. تماس حاصل فرمایید میشه مالیدن به دست آورده دستور دهید. این چیه؟ این زبان ما داریم؟ چه بلایی سر زبانمون آوردیم؟ چرا زمانی که قلم دست میگیریم و آغاز نوشتن میکنیم و میخوایم این ساختار رو، این ساخت رو، این جمله رو، این خط رو از یک دستگاهی پخش کنیم که شاید میلیون ها آدم گوش میدن، چه رادیو چه تلویزیون؟ آخه که چی؟ به سوی آگهی های بیشتر یعنی چی؟ شما میگید جهت اطلاعات بیشتر. جهت معنی نداره اینجا. بنویسید برای آگاهی بیشتر. برای آگاهی بیشتر از سپارش ها و بهای کالاها به شماره فلان زنگ بزنید. تموم شد. هم زیباتره، هم کوتاهتره، هم فهمیدنی تره، هم مسخره هستن نیست. آخه یعنی چی؟ حالا ای کاش به اینجا تمام بشه مسئله.
تمام نمیشه. در همین جا شما نگاه میکنید میبینید که همین جمله رو جهت اطلاعات بیشتر و سفارشات اجناس با شماره فلان تماس حاصل فرمایید رو برخی میان دو سه تا از این تازیه ها رو برمیدارن جاش فارسی میذارن، برخی از مردم میان دو سه تا دیگر رو برمیدارن جای اونا فارسی میذارن، ولی این عربی ها رو دست نمیذارن. در نتیجه میبینیم که چند جور نوشته میشه، یه خط چند جور نوشته میشه. مثلا بعضی ها میان جهت آگاهی های بیشتر و سفارش رو عوض میکنه، بقیه رو مینویسن که زنگ بزنی. جای دیگه میان به جای واژه هایی که عوض شده اونا رو میذارن، یه چیزای دیگه رو عوض میکنن و میبینیم که یک ساخت مثلا پارسی، یک ساخت به گمان خودمون پارسی چند جور نوشته میشه. اینی میگن چند زبانی. شما در هیچ زبان لاتینی در میان سخنان مردمش اینگونه چند زبانی نمیبینیم. حالا اندکی بیاندیشید، آیا واقعا ما تازیانه و کارد به دست نگرفته ایم و به جان این زبان نیرومند نیفتاده ایم؟ به گفته دکتر رضازاده شفق، زبان فارسی به پهلوانی میماند که زیر ضربه تازیانه و کارد ناآگاهان به گمان خودشان پارسی گوی افتاده و زخمی شده. این پهلوان زخمی شده، ناتوان شده، اما هنوز نمرده خوشبختانه. میشه درمانش کرد، میشه دنبال اون چی که واپسمانده قاجاریانه نروید. در زمان قاجاریان بسیار بسیار این منشیها خیانت کردند به زبان فارسی، به خیال خودشون خواستند واژه پردازی کنند و اون چی که در ذهن خودشون می اومد خواستند بگنجانن. شاه هم که چیز سرشون اینجا از زبان، هرچی لقب و به اصطلاح عنوان و اینها بیشتر میذاشتن و عربی ترش میکردن، اون خیلی میگفت خب حالا امضای من خیلی ارزش پیدا کرد پای این نامه. نه، مثلا تازه آقا محمد خان قاجار یکی از با سوادها به اصطلاح بوده، کجا محمد شاه این چیزا رو میدونسته؟ کجا فتلیش ها اینا رو میدونسته؟ همینطوری حتی نادرشاه هم سواد نداره. اینا این خیانتی است که دبیرهای اونها، منشیهای اونها به زبان پارسی کردن. در زبان پارسی همزه نیست. زبان ما زبان تازی نیست که همزه بذاره. این همزه که دیدی مثل یه شیشه یه خط هم زیرشه، این نیست. عربی میگه معتمر یا مؤمن و ده ها واژه دیگه که توش پر از همزه است. در فارسی ما نداریم همزه، ولی شما میبینید میگه خانه حسن، بالاش یه علامت شیشه و یه خط هم زیرش میذاره. چی چجوری شده این همزه رو کیا برده؟ اینه این منشی ها بردن توی زبان ما. چگونه؟ و اون بدین گونه است. شما وقتی میگید خانه حسن، خوب دقت کنید، خانه حسن اون یه کوچیکیست که به زبان کم میاد و از اون گوشه دهان میاد بیرون و میره. به جایی که بگن خانه یه حسن، چون همونطوری باید درست نوشت، خانه حسن رو باید نوشت خانه یه گذاشت پلوش بعد حسن. حالا دستورش هم امروز میگم که چه جاهایی این یه رو میشه گذاشت، چه جاهایی نمیشه گذاشت و نباید گذاشت. اون یه چون به گوش نمی اومد ولی گفته میشد، اون منشی ها میمدن به صورت یه اون رو بالای هی خانه میذاشتن، یعنی خانه رو مینوشتن، حسن هم مینوشتن درشت،
بعد بالای اون هی خانه که گفته نمیشد خانه، میبینید شما وقتی میگید خانه، هی رو نمیگید، میگید خانه. اینو اون بالا اون یه رو در چون اون واژه خانه اضافه میشد بر حسن، اینجا مضاف و مضاف الیه. بدبختانه چون همه اصطلاحات دستوری ما تازیه برای اینکه شناخته بشه و اونایی که شنوندگان ارجمندی که میشنوند این رو درک کنن که منظور چیه، اینه بالای اون یه دونه یه کوچیک میذاشتن، یعنی این یه کوچولو گفته شده. رفته رفته این بی ثبات ها اون یه رو شیش کردن، یعنی تای یه رو نکشیدن، همین خانه نوشتن، یه شیش همون بالاش گذاشتن، همون یه رو دنبالش نبردن بالا شد شیش. یه دیل بی ثباتر اومدن زیر اونم همون خط رو کشتن، خیال کردن این همزه است، خیال کردن میگن خانه ای حسن. نه، بنابراین اینجور این همزه رو آوردن، این مهمان ناخوانده رو آوردن در زبان ما، در زبان نوشتاری ما. اما در کجا باید این همزه رو گذاشت و در، یعنی این یه کوچیک رو که حالا دیگه اصلا من مخالفم، یه کوچیک چیه؟ قشنگ یه باید گذاشت. خان نوشته فلان کس، نوشته رو می‌نویسن، یه هم می‌ذارن، نام نویسنده رو می‌نویسن. هیچ هم دشواری نداره. در واژه‌هایی که خیلی هم ساده است، در واژه‌هایی که هی اون گفته نمیشه، هی اون گفته نمیشه، خانه، دره، بره، نمیگید بره، دره نمیگید، که میگید دره، بره، خانه، نمیدونم پایه، فلا اینا، اون یه رو میذارید، یه درشت میذارید، میشه خانه حسن، دره سرسبز، پایه شکسته، این یه رو درشت میبینید. اما در چه جاهایی باید اصلا یه رو نذاش؟ در جایی که ه گفته میشه، ه بر زبان میاد، مثل فرمانده، شما میگید فرمانده، ه رو میگید، اینجا دیگه یه نمیخواد، فرمانده سپاه، همون ه صدای زیر میاد بعد سپاه، فرمانده سپاه، بله درسته. این دستور نوشتن اون یس و نه نمی کنه، این کارو حمزه رو میذاره، همه جا حمزه میذارن، خب این نادرست. پرسش دیگری شده از طرف بانوی، میگه در یک داستان خواندم که عیناً چنین نوشته بود، در زیر زمین ساختمان کارتونه کشیده شده بود. خواهشمند است بگویید کارتونه چیست؟ پاسخ: در زبان پارسی به حشره‌ای که تازیان بهش عنکبوت میگن چندین نام داده شده. در زبان تازی به این حشره میگن عنکبوت، اما در فارسی چندین نام داده شده. یک تارتنک، تارتنک یعنی تار میتنه، تنیدن یعنی کشیدن، تنیدن یعنی کشیدن، یا کارتنک که عامیانه میگن کارتونک، اینجا کارتونک بسته، کارتنه، تارتنه، اینا همه نامهای اون عنکبوته. جولاهک، جول، جولا کسی رو میگم یعنی به معنی بافنده، نخ ریسنده، اینم چون تار میتنه بهش میگن جولا، منتها یه کاف میذارن که وابسته میشه به اون شغل جولایی، جولاهی، جولاهک، جولاهه، تنندو، تننده، همه اینها نام عنکبوت در زبان پارسی. پس یه بار دیگه میگم: تارتنک، کارتنک یا کارتونک، کارتنه، تارتنه، جولاهک، جولاهه، تنندو و تننده. پس اونجایی که میگه در زیر زمین ساختمان کارتنه کشیده شده بود، یعنی این تارهای عنکبوتی رو اون روز زیر زمین پر بوده، لابد می‌خواسته بگه که هیچ کس تا اون روز نرفته.
بانوی دیگری در فیسبوک پرسیده نام من مهین است، خواهش میکنم تاریخچه این زبان رو بگویید. اصلا زبان انقدر ساده است که دیگه این واژه به قدر ساده که تاریخچه نداره، خیلی ساده. نخست این که هر دوی اینها در مورد زنان گفته میشه. آقا این ببخشید من جمله نخوندم، نوشته بود مهین درست است یا مهین؟ این رو اینجا میگه به خواهش میکنم بگید که مهین درسته یا مهین. نام من مهینه. پاسخ اینیست که بانوی گرامی، هر دو واژه، چه مهین و چه مهین، هر دوش درسته و هر دوش هم پارسیه، منتها معنای اون دوتا فرق میکنه با همین آوای بالا و پایین. این از اون واژه هاست که گفتم بعضی از واژه ها اینقدر زبان پارسی نرمه که هر گونه ای شما بگید به شرط آن که معنا عوض نشه درسته. شما چه بگید مشک، چه بگید مشک، معنا عوض نمیشه، هیچ اشکال نداره. هم میتونید بگید مشک آن است که خود ببوید، هم میتونید بگید مشک آن است که خود ببوید. رنگ سیاه رو میگن مشکی، چون اون مشک یا مشک سیاهه. اما اگر معنا عوض شد، یعنی شما به اون مشک بگید مشک، چون مشک به یک آوند چرمی میگن که توش آب میریزن بر این پایه، اونجا دیگه شما نمیتونید به مشک بگید مشک، اونجا نادرست. اما مهین و مهین هر دو درستن با این ویژگی که معنی های مختلفی دارن. واژه مهین از دو بخش مه یا ماه، مه کوتاه شده ماهه و پسوند وابستگی یه ساخته شده. شما وقتی میگید زرین یعنی وابسته به طلا، سیمین وابسته به سیم، به نقره. اینجا مهین یعنی وابسته به به ماه، همانند ماه، همونطور که شهین داریم در نام زنان یعنی وابسته به شاه. بر این پایه مهین یعنی ماه رخ و وابسته به ماه و به زیبایی ماه. و اما مهین از دو بخش مه و پسوند یه و نون ساخته شده، پسوند وابستگی. مه در زبان پارسی غیر از اون معنایی که به ابری که به زمین خیلی نزدیک شده میده که اون چیز دیگریست، به معنای بزرگ هم هست. در داستان می نویسن که بارام داده شد و گروهی از کهان و مهان، یعنی از کوچیکا و بزرگا در اونجا بودن. بر این پایه مهین یعنی وابسته به بزرگی، بزرگ منش، زن بزرگ منش. بیشتر شاه دخت‌ها و شاهزاده های دوران کهن رو مهین بانو می گفتن که بدبختانه من دیدم آدم های خیلی پرمدعا و به اصطلاح خودشون رو آگاه می دونن مهین بانو می گن. نه مهین بانو، اونا دیگه مهین بانو نیستن، اونا مهین بانو هستن. اینم در مورد واژه مهین و مهین. من از دوست گرامی آقای وارتان خواهش می کنم آگهی ها رو بدن، بعد برمیگردیم در مورد یک نوار کوتاه هم با شما سخن خواهم گفت. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها.
روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-8757. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است. گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. چامه ایست از حافظ. ببینید، زمانی که واژه، زمانی که ساختار هنری، زمانی که چامه، زمانی که یک پیکره تندیس زیبا، زمانی که تابلو و نقاشی بسیار بسیار ارزشمند در وجود خودش یک استواری و یک زیبایی داشته باشه، خواه ناخواه گسترش پیدا میکنه و جهانی میشه. حافظ در سده 7 زندگی میکرده و یکی از غزلهاش اینه: گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. امروز بعد از 800 سال یک دختر ایرانی، یک زن ایرانی در مرکز، در آژ اروپا این غزل رو به چه زیبایی میخونه. جالب اینجاست که اون هیئت کوری که با این هماهنگی میکنن، یک نفرشون یا شاید فارسی ندونه یا ایرانی نیست اصلا، و باهاش همراهی میکنن و دریغم اومد که این اثر زیبا رو که خانم مهسا وحدت، زن ایرانی، اون رو خونده، که آخوند با زور میخواد با چماق این زن ایرانی رو با همه استعدادها و زیبایی‌هاش بکنه در کیسه و اون سر کیسه رو ببنده، فقط برای خودش نگهش داره، با یه صیغه محرمش کنه، این زن ایرانی اومده این رو جهانی کرده. من از دوست گرامی وارتان خواهش میکنم که این نوار 4-5 دقیقه ای رو بذاره.
بله، گوشم میارید در این جمع که اکنون در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای ماه گلندام حرام است. بی روی تو ای ماه گلندام حرام. چون حافظ مهری شده بود در کیش مهر، باده حلال بود. به همین دلیل حافظ اشاره میکنه، میگه در مذهب ما این کسانی که میگن حافظ قرآن رو از بر بوده با 14 روایت، به صراحت داره میگه در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای ماه گلندام حرام است. از ننگ مگویید که مرا نام ز ننگ است، از ننگ مگویید که مرا نام ز ننگ است، و از نام مگویید که مرا ننگ ز نام است. براستی چه گوهرهای ما داشتیم، که ملت عجیبی هستیم، ملت عجیبی هستیم. در اوجمون حافظ و سعدی و فردوسی هستن، ته اون چاله هم صدرالله خمینی و خامنه‌ای و غیره. صفر تا بی نهایته، صفر تا بی نهایت. بگذاریم. من از دوست گرامی آقای وارتان خواهش میکنم تلفن اتاق فرمان رو، ببخشید اتاق پخش رو، بگذارید روی پرده تلویزیون. تلفن تازه رو بذارید، چون اکثر اون تلفن قدیم رو میگرفتن اشتباه میکردن. تا من یکی دو واژه رو معنی میکنم برسیم به تلفن هایی که اگر میشه. بله 818. نه آقای وارتان مسکه این نباشه ها، نمیدونم. تلفن تازه اتاق پخش، حالا اگر پیدا شد اون رو بذارید، چون شماره من ببینم اینجا دارم به خودم.
نه نه نه، اتاق من، اتاق پخش. تو اتاق پخش ممکنه باشه. حالا میتونید از دفترم که الان کسی نیست. به هر حال عمیانانی که شماره رو میدونن خودشون بذارن تا اینکه اینجا شماره اتاق پخش مشخص بشه. پرسیدن اپتومتری یعنی چی؟ اپتومتری، اپتومتری یعنی بینایی سنجی. این در درمانگاه‌های چیزها پزشکان چشم از این دستگاه هست. پرسیدند اساس یعنی چی؟ از الف و سین و الف و سین. اساس یعنی چی؟ اساس یعنی بنیاد، پایه، بنیاد. این چند بار من گفتم، باز میپرسم. بعضیا مینویسن بنیان، بنیان غلطه. پارسیش بنیاده و تازیان این واژه رو از ما گرفتن، از بنیاد گرفتن، یه نون تش گذاشتن به جای دال، گفتن بنیان و ازش بنیه هم ساختن. بنیه یارو هم خوبه. نه آقا، بنیان تازی. این زبان بسیار فاخر فوری لغتی میگیره عوضش میکنه میشه عربی. این درست مثل این میمونه که یکی رختی رو از یک جایی بخره با یک رنگ زیبایی، بعد بره مثلا اون رو با رنگ سیاه یا با رنگ دیگه ای رنگ کنه و بپوشه، بگه این لباس خودم دوختم یا مال کارخانه خودم. بنابراین اساس با بنیان غلط. اساس بنیاده و بنیاد هم از دو بنیاد، از تو دو بخش تشکیل شده، بن و در آغاز لاد بوده. بله، حالا همیهنان ارجمند برای مسی گرفتن. الو بفرمایید. الو سلام، درود بر شما، بفرمایید. خسته نباشید. آقای دکتر، بخشین یه توضیح در مورد اسامی اهند و زاگرس و سبلان لط کنی. یعنی چی؟ متوجه نشدم درباره سهند و سبلان چی صحبت کنم؟ معنیشون لط کنی، معنیشون که زاگرس. بله بله، زاگرس که با پایین تره میاد، سهند و سبلان. چشم، ببینید از تلویزیون گوش بدی. خیلی ممنون، تشکر. خواهش میکنم. نام ها، برخی از نام ها اصلا ریشش پیدا نشده، البته پارسیه، البته باید گشت در زبان پهلوی و هخامنشی پیدا کرد. این دو سهند و سبلان مثل البرز و الوند نیستن که من اون روز تشریح کردم که اون میشه هر برز، یعنی از هر چیزی بالاتره، بلندتره، و اروند هم که شده الوند یعنی زیبا و پر شکوه. سهند و سبلان رو من در جایی ندیدم، دنبالش هم گشتم که پیدا بکنم ببینم اینها ریشه هاشون از کجا اومده، پیدا نکردم. با این حال من براتون یادداشت کردم، نگاه میکنم توی منابع دیگری هم، حتی برخی از کتاب هایی هستن که واژه شناسان بیگانه نوشتن، زبان از زبان خودشون، فرض کنید مثلا از ایتالیایی به انگلیسی، واژه فارسیه ولی برای خودشون اومدن این واژه فارسی به، یعنی ایتالیایی به انگلیسی رو ترجمه کردن. از جمله یکیش آقای واژه‌نامه جالبی هم نوشته که هم اکنون یادم میفته بهتون، اشتنگاوس. اشتنگاوس یک آلمانی بود، درباره زبان فارسی و ریشه های زبان بررسی کرد و بسیار بسیار ژرف بررسی کرد و بسیار زیبا بررسی کرد، و تو اون رو من میرم نگاه میکنم از فارسی به انگلیسیه و براتون میارم. بر روی من یادداشت کردم که این را براتون از اون بپرسم. الان بفرمایید. درود بر شما آقای انقطاع. میخواستم بر پایه همین سخن دوستمون اگه میشه حد و خلافه معنی بعض از این شهرهای ایران رو بفرمایید. مثلا شیراز یعنی چی؟ گرگان بله. یعنی چی؟ سنند. بله، البته میدونید یه برنامه 5 ساعته میخواد، ولی من بهتون بگم یه 3 جلد کتاب من نوشتم به نام در ژرفای واژه ها که در حدود شاید 100-150 شهر رو ریشه هاش رو پیدا کردم و نوشتم، و
حتی جالبه که بعضی از شهرهای ریشه کهنی داره که این ریشه کهن برمیگرده هم ریشه میشه با زبان لاتین و ایتالیایی. مثلا اردویل یک کارشناس واژه پژوهشگر واژه که من بهش معتقدم میگه این ارده ویلا بوده. ارده ویلا، ویلا یعنی شهر، ویلا یعنی ساختمان زیبا، شهر زیبا. اردم پیشوند خداونده، پیشوند بزرگه، مثل اردشیر و یا اردبیل یا مانند اینها. اینا رو من در اونجا نوشتم و اگر بخوایم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم خیلی به درازا میکشه. من یه نمونه شو براتون میارم، شما از تلویزیون گوش بدید. چشم، حتما، بسیار متشکرم. خواهش میکنم، الان پاسختون رو میدم. ببینید شمیران، خب همه شدیم و بدبختانه باز داغ من تازه شد، الف و ت تش گذاشتن، شمیرانات، شمیران فارسی رو کردن شمیرانات. چیه؟ حضرت ناصرالدین شاه میخواسته بره مثلا دربند و پسقنده اونجا رو ببینه، چند جا بوده همش پسقند، زرگنده، قلهک، نمیدونم تجریش و و و دربند و غیره، نگوده شمیرانات. آخه چرا الف و ت در آیه شرف ایرانی؟ در هر حال شمیران رو ریشه یابی کردن در همین کتاب در ژرفای واژه‌ها، سه جلدم هست. در اون کتاب نوشتم که این از سه دو حرف تشکیل شده، یکی شم یا زم که حالا بعد میگم براتون، یکی هم الف و نون آخر، اونم یه هم یه بره شمیره. حالا اینا رو که همه رو میگم که چطور میشه این واژه ها تو هم گره میخوره که میشه یه واژه، براتون میگم. در زبان پارسی شم یعنی سرد، زم هم در زبان پهلوی ساسانی میگفتن یعنی سرد. یعنی در زبان پهلوی ساسانی هم شم و هم زم و هم زم و هم شم، همه اینا به معنی سرده. حالا نمونه های زیادی براتون، درختی یا درختچه ای ما داریم در کشورمون به نام شمشاد. این درختچه در زمستان ها سبز، خیلی هم با شادی و خرمی، و چون در شم یعنی در سرما شاده، بنابراین میگن شمشاد بهش. و زم، نمونه زم براتون میارم، زمستان، زمستان اون زم و پسوند ستان مثل کوهستان و نمیدونم هزار لغت دیگه، اونجا هم به معنی ستان یا معنی جایی که همه چی از اینها باشه، مثل گفتم دشتستان و کوهستان و غیره، زم هم میزنن سرش میشه زمستان، یعنی جایی که سرما بسیاره، زمانی که سرما بسیاره. پس میبینید که زمستان و شمشاد هر دوش معنی سرد میده. اون وقت این شمیران شم رو و پسوند الف و نونی که پسوند مکانه، مثل کاشان، تهران، زنجان و و و و اینا، الف و نونی که میاد به این چسبوندن شده شمیران، یعنی جای سرد. به همین دلیل برخی از واژه شناسا میگن که شمال، که می خیال میکنن عربی و تازیه، نه، شمال پارسیه، چون شمش که سرده پسوند الف و نون هم گوشتن مثل توفال، مثل روال، مثل دنبال، میشه بزغال که شده بزغاله و اینا. بنابراین شمال فارسیست و شمال و شمال هم بگید اگه چون معنی عوض نمیشه اشکالی نداره. خب همین یه واژه رو شما ببینید چقدر قشنگ ریشه هاشو پیدا کردن و آوردن. داریم زیاده، من اردستان مثلا یعنی خدایان، شهر خدایان، ارد که گفتم به معنی خداست و ستانم که پسوند مکان بسیار زیاده و واقعا چیزهای زیادی داریم. مثلا تبریز، ریشه تبریز، شیراز و اهواز. اهواز البته بدبختانه ما چیز فارسی هم داشتیم
که الان یادم نیست، یه بسیار بسیار زیبایی برای احفاظ در فارسی بود که اومدن بعدن برداشتن اون لغت اون قوم حوز، مثل که اونجا های قبیله هست، اون رو گذاشتن روی احفاظ، حتی تازی هم جمع بسته شده. به روی چشم، بازم اگر موردی رو بگید و در اون کتاب من نوشته باشم، میام اینجا براتون توضیح خواهم داد. الو بفرمایید. سلام جناب انقطاع، سوالی داشتم. خواهش میکنم بفرمایید. میگیم عرق ولی میگیم شراب خار. در ضمن عرق خور میگید دیگه، چرا میگیم شراب خار؟ خیلی خوب. و در ضمن اینا چون خوردنی نیستن، آشامیدنی هن، چرا از نه اشکالتون همینه خانم. خوردن به صورت عامه، مگه شما نمیبینید بعضی ها مینویسن آب خوردن؟ آه درسته. آب خوردن معنی نمیگن، لیوان آبخوری. خوردن هم آشامیدن معنی میده و هم نوشیدن، ولی نوشیدن خوردن معنی نمیده. نوشیدن فقط آشامیدن معنی میده. بس عرق خور و شراب غلط نیست. غلط نیست، درسته. عرق خور اونم نوشیدنی، خوردن دیگه، مگه آب خوردن نمیگی؟ اونم مثل آب میخورن دیگه. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. من یک پرسش دیگر میتونم پاسخ بدم؟ الو بفرمایید. الو. درود بر شما. درود بر شما، بفرمایید. من میخواستم بگم در رابطه با اینکه شما فهمیدید که زبان ما نه فارسی هست نه تازی هست، یه چیز عجب غریب شده. البته منم الان کلمات عربی رو گفتم، ولی من دارم میبینم افرادی که در آمریکا مخصوصا هستن، در این تلویزیون ها خیلی من اینو میشنوم، لهجهشون هم دیگه نه فارسیه نه آمریکاییه. مثلا کلمه اپوزیسیون البته فرانسویه، ولی من خیلی میشنوم میگن اپوزیسیون، که یه چیز عجیب غریبه. نه اپوزیشن میگن که اقلا آمریکایی باشه، یا مثلا جایزه اسکار رو میگن آسکار، یا آسکر هم نمیگن. به هر صورت اینم یه چیز عجیب غریب شده. در ضمن میخواستم بپرسم مثلا همین کلمه بوستون، به لهجه ما بوستون میگیم، اینا میگن باستون، که ایرانی هم خیلی این کلمه رو به کار میبرن. شما سلام میدونید که به کلمه مثلا باستون یا کالیفرنیا به جای کالیفرنیا استفاده کنیم، یا اینکه با همین لهجه خودمون؟ بله خواهش میکنم، من پاسختون میدم چون وقت من هم گذشته. الان ببینید بانو گرامی، ما وقتی تو زبان خودمون موندیم به جای برایه میگیم جهته، به معنی تماس رو نمیفهمیم، معنی بفرمایید رو نمیفهمیم، که فرمودن یعنی دستور دادن. آخه کجا میشه مثلا دیدید شما سر خوراک نشستین داری خوراک میخوری، یکی میاد میگه بفرمایید، چی رو بفرمایید؟ چی رو فرمان بدن؟ بفرمایید یا بسم الله؟ نه آقا جون بشی بخور. ما خودمون عادتمون بد نمیشه، وای به اینکه واژه بیگانه باشه و بخوایم اظهار فضل هم بکنیم. من به همه این تلفن هایی که روشنه پاسخ میدم، با سپاس از دوست بسیار ارجمندم آقای وارتان، همچنین با سپاس شایسته از یکایک که شما بینندگان ارجمندی که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ می سپارم و امیدوارم که تندرست و شادکام و پیروزمند باشید تا هفته دیگر و تا روزی دیگر. یک چامه ای بود که میخواستم اون رو بگم که گم شد. در هر حال هست ایران چو گران سنگ و هست ایران چو گران سنگ و حوادث چون سیل، هست ایران چو گران سنگ و حوادث چون سیل، بگذرد سیل خروشان و به جا ماند سنگ. این سیل گلالود آخوندیسم هم خواهد رفت و ایران خواهد ماند. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.